درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه عراق با پیشنهاد مسعود پزشکیان برای تسویه بدهی بغداد به تهران از طریق یک عرض مشترک مخالفت کرده است. نامه فائزه هاشمی از زندان اوین که شماری از زندانیان زن را به دیکتاتوری و رفتارهای فاشیستی متهم کرده در فضای مجازی فارسی زبان جنجال برانگیز شده است. یک تبعیه پاکستان به طراحی ترور یک مقام آمریکایی به سفارش تهران متهم شد. فعالیت مرکز اسلامی فورستنوالده در آلمان دو روز بعد از اخراج نماینده خامنه‌ای از این کشور ممنوع شد. بیمارستان غزه میگوید 14 تن در حمله اسرائیل به مدرسه سازمان ملل کشته شدند. و پلیس ناشویل اعلام کرد که جان بونجووی خواننده آمریکایی یک زن را که قصد خودکشی داشت از این اقدام منصرف کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 12 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 22 شهریور 1403 خورشیدی. منابع مطلع خبر دادند که مسعود پزشکیان در جریان دیدار با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق درخواست کرده که عراق بدهی خود را به ایران در قالب یک عرض مشترک مشابه پروژه روسیه و عراق پرداخت کند. در این جلسه که حدود 40 دقیقه بیش از زمان تعیین شده قبلی طول کشیده، وزیر امور خارجه عراق شدیداً با پیشنهاد پزشکیان مخالفت کرده است. طرف عراقی گفته است که پرداخت بدهی این کشور به ایران بر اساس پیشنهاد پزشکیان میتواند باعث تضعیف ارزش دینار عراق شود. در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی در ازای طلب خود از عراق تنها میتواند با مجوز آمریکا اقلام غیر تحریمی از بغداد خریداری کند. در نشست طولانی شب گذشته طرف عراقی پیشنهاد پزشکیان را مبنی بر تسویه بدهی‌های عراق از راهی جز سازوکار فعلی شدیداً رد کرد. تیرماه سال 1402 یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر تغییر مداوم رقم بدهی عراق به ایران آن را حدود 10 میلیارد دلار ارزیابی کرد. وی گفت که توافق شده از 10 میلیارد دلار طلب ایران که در بانک تی بی آی نگهداری می شود برای خرید اقلام غیر تحریمی نظیر کالاهای اساسی و دارو استفاده شود. نامه فائزه هاشمی فعال سیاسی زندانی از زندان اوین که شماری از زندانیان زن را به دیکتاتوری و رفتارهای فاشیستی متهم کرده در فضای مجازی فارسی زبان جنجال برانگیز شده است. اگرچه در این نامه به طور مشخص به نام فرد خاصی اشاره نشده، بسیاری از کاربران فضای مجازی انتقادهای هاشمی را به طور مشخص متوجه نرگس محمدی و آل حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل دانستند. نامه فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در نقد رفتار برخی از زندانیان سیاسی زن در اوین حتی به مذاق رسانه‌های حکومتی ایران هم خوش آمده، آنقدر که متن این نامه در صفحه نخست وبسایت خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه با تیتر فائزه هاشمی ما مبارزین تبلی تو خالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم بازنشر شد. خانم هاشمی در نامه خود به ویژه به زندانی‌های چپ و سلطنت طلب تاخته و برخی از زندانیان سیاسی را به دروغگویی، بزرگنمایی مشکلات داخل زندان و رفتار فاشیستی دیکتاتور مآبانه متهم کرده است. نامه فائزه هاشمی از آن رو حساسیت بسیاری ایجاد کرد که نخست در آستانه فرارسیدن دومین سالروز جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401 منتشر شد. دوم به نقد بند زنان زندان اوین پرداخته که به نام قلب مبارزات مدنی ایران شناخته می شود. و سوم نام این زندانی سیاسی با نام پدرش گره خورده که قتل شماری از مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج در دوران ریاست جمهوری او رخ داد. شماری از هواداران جریان اصلاح طلبی در ایران
از این نامه استقبال کرده و آن را هشداری دارای اهمیت نامیدند، اما شمار بیشتری که برخی چهره های حقوق بشری و دارای سابقه زندان و مبارزه هم در میان آنها هستند، همچون لحن صریح نامه واکنش های صریحی به آن نشان دادند. چهره هایی چون احمد زیدآبادی، فعال سیاسی که خود به تازگی به دلیل طرح شکنجه ها علیه بازداشت شدگان در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 احضار شده، صادق زیبا کلام، استاد دانشگاهی که به تازگی از زندان آزاد شده، و پروانه صلاح‌شوری، معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی و نماینده پیشین مجلس، و برخی دیگر از فعالان و روزنامه‌نگاران نزدیک به این جریان و نیز روزنامه‌نگاران نزدیک به حکومت چون کبرا آسوپار، نامه پاییزه را رنجنامه و شجاعانه خوانده، اقدام او را تحسین کرده و حتی خواستار بازگشتش به آغوش نظام شدند. در پی انتشار گزارش‌ها درباره مرگ امیررضا حامدی، سرباز کلانتاری احمد سرگراب شهرستان شبت استان گیلان در اثر اعمال خشونت مقامات انتظامی، فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران حامدی را به داشتن اعتیاد شدید، اختلال اعصاب و روان و سابقه خودزنی قبل از خدمت متهم کرد. خبرگزاری فارس با انتشار یک گزارش به نقل از یک منبع آگاه، جانباختن این سرباز کشته شده را ناشی از خودکشی دانست. مقامات انتظامی برای خودکشی جلوه دادن مرگ این سرباز بعد از ضرب و جرح روی گلوی او تکه پارچه انداختند. یک فرد مطلع از پرونده گفته است که جانباختن حامدی در اثر ضرب و جرح صورت گرفته است. با گذشت دو هفته از دستور مسعود پزشکیان به وزیر علوم برای بازگشت به تحصیل دانشجویان معترض اخراج شده، بررسی ها نشان می دهد که محرومیت این دانشجویان از تحصیل کماکان ادامه دارد و خبری از بازگشت آنها به دانشگاه ها نیست. گزارش ها از صدور احکام تعلیق شمار دیگری از دانشجویان حکایت دارد. روزنامه هم‌میهن در گزارشی با اشاره به ادامه روند محرومیت دانشجویان معترض از تحصیل نوشت: با توجه به اینکه هنوز رؤسای دانشگاه‌ها تغییر نکردند، حضور این دانشجویان برای انتخاب واحد ترم مهر بعید به نظر می‌رسد. مسعود پزشکیان روز 8 شهریور ماه در مراسم معارفه حسین سیمایی صراف به عنوان وزیر علوم 14 دولت جمهوری اسلامی از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شدند بازنگری کند و دانشجویان را برگرداند. الیز استفانیک، رئیس کنفرانس جمهورخواهان مجلس نمایندگان آمریکا و سومین مقام ارشد این حزب در این مجلس، به فاکس نیوز گفت در صورتی که کاملا هریس رئیس جمهور شود، جمهورخواهان مجلس نمایندگان آمریکا از هر گونه توافق دولت او با ایران جلوگیری خواهند کرد. او در ادامه گفت بایدن و کاملا هریس 100 میلیارد دلار را مستقیم روانه ایران، بزرگترین حامی تروریسم جهان کردند و این دلارها خرج حمایت از گروه‌های نیابتی مانند حماس و حزب الله می‌شود که هر روز به اسرائیل حمله می‌کنند. در پی دو توافق جداگانه میان ایران و آمریکا در پاییز گذشته که شامل تبادل زندانیان بود، واشنگتن به تهران اجازه داد به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود دسترسی پیدا کند. فاکس نیوز به نقل از برخی از ناظران خاورمیانه پیش بینی کرد که در صورتی که کاملا هریس رئیس جمهور شود، او در قبال ایران احتمالاً بیشتر بر دیپلماسی و مذاکره تمرکز کند تا بر تحریم مالی. در سال 2019 کاملا هریس از پیوستن مجدد به برنامه جامع اقدام مشترک برجام که هدف آن محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران بود حمایت کرد. در سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 استفانیک گفت که اطمینان ندارد که آمریکا توانایی جلوگیری از وقوع یک تهدید تروریستی مشابه دیگر را داشته باشد. او گفت اگر حملاتی که به اسرائیل شده را نگاه کنید، ایرانی ها در حال پیشروی هستند. همان تروریست هایی که شعار مرگ بر اسرائیل سر می دهند، شعار مرگ بر آمریکا هم سر می دهند. استفانیک در ادامه با ابراز نگرانی از عبور افراد مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی از مرزهای باز آمریکا، از آن به عنوان تهدید برای امنیت ملی کشورش نام برد. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سر
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. نشریه تایمز اسرائیل روز پنجشنبه نوشت که بر اساس گزارش‌های تایید نشده، نیروهای ویژه اسرائیل در روزهای گذشته با حمله به تأسیسات تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مصایب سوریه، چند عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بازداشت کردند. روزنامه جرالدون پست هم در گزارشی در همین زمینه نوشت این حمله منتسب به اسرائیل شامگاه یک شنبه 18 شهریور ماه انجام شد و دست کم 14 کشته و 43 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش، رسانه‌های محلی سوریه در آن زمان گفتند که این حمله به یک مرکز تحقیقات علمی در مصایف انجام شده است. در گزارش تایمز اسرائیل هم آمده که این مرکز از مدت‌ها قبل با ساخت سلاح‌های شیمیایی و موشک‌های دقیق توسط رژیم سوریه و نیروهای ایرانی مرتبط بوده است. بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات بین 2 تا 4 ایرانی هم بازداشت شدند. رادوسلاو سکرسکی، وزیر امور خارجه لهستان، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در ورشو نسبت به تداوم سیاست تجاوزگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال اوکراین و اسرائیل در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان ابراز تأسف کرد. وزیر امور خارجه لهستان تاکید کرد اگرچه گفته می شود پزشکیان برخلاف سلف خود ابراهیم رئیسی معروف به قصاب تهران متجاوز نیست، اما به نظر می رسد که سیاست فرستادن موشک و پهپاد برای استفاده علیه اوکراین و همچنین به کارگیری تجهیزات مشابه علیه اسرائیل همچنان ادامه داشته باشد. به گفته او مشکل این است که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر تحت تحریم‌های شدید قرار دارد و اقدامات خیلی بیشتری وجود ندارد که بتوان علیه این حکومت انجام داد. سکرسکی در بخش دیگری از سخنانش گفت که لهستان همچنان خواستار افزایش فشارها بر روسیه است و افزود که باید محدودیت‌های موجود بر استفاده اوکراین از جنگ‌افزارهای دوربرد برچیده شود. آنتونی بلینکن هم در این کنفرانس خبری حمایت‌های کشور لهستان از آزادی و دموکراسی را ستایش کرد. دادگستری و دادستانی آمریکا یک مرد پاکستانی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را به ضمن تلاش برای ترور یک مقام آمریکایی به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی رسماً به دادگاه کشاندند. آصف رضا مچان 46 ساله روز چهارشنبه متهم شد که در تلاش برای استخدام افرادی برای کشتن یک مقام ارشد آمریکایی بوده است. او روز 22 تیر ماه امسال هنگامی که قصد داشت آمریکا را ترک کند بازداشت شده بود. با ارائه کیفرخواست علیه متهم، مریک گارلند، دادستان آمریکا، روز چهارشنبه گفت تلاش ایران برای هدف قرار دادن مقامات دولتی آمریکایی و به خطر انداختن امنیت ملی کشور تحمل نخواهد شد. دادستان آمریکا در ناحیه شرقی نیویورک هم گفت
کیفرخواست علیه مرچانت پیامی به تروریست ها در داخل و خارج از آمریکا است. هویت مقام ارشد آمریکایی که مرچانت ظاهرا به نیابت از ایران در صدد استخدام مزدور برای کشتن او بوده اعلام نشده است. کریستوفر ری رئیس اف بی آی ضمن هشدار درباره توطئه استخدام مزدور برای قتل مقامات آمریکایی بر اساس درخواست ایران گفته بود که مرچانت با ایران مرتبط بوده است. وزارت داخلی ایالت براندنبورگ آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که فعالیت مرکز اسلامی فورستنوالد ممنوع شده است. روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه هم محمد هادی مفتح نماینده خامنه ای در مرکز اسلامی هامبورگ در پی رد درخواستش برای توقف اخراج از آلمان خاک این کشور را ترک کرده بود. این مرکز به داشتن ارتباط با اخوان المسلمین و حماس، انکار حق موجودیت اسرائیل و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای اجرا شدن حملاتی در خاورمیانه متهم شده است. مقامات زیرربط همچنین می‌گویند که این گروه برابری زنان را رد می‌کند و به قانون اساسی آلمان پایبند نیست. آمریکا ناو USS تئودور روزولت را که برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی در پی کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران در منطقه نگه داشته بود به آمریکا باز می‌گرداند. با این حال همچنان دیگر ناو آمریکایی USS ابراهام لینکلن در منطقه باقی مانده و گزارش‌ها حاکی است که ناو USS جورجیا هم که دارای توان موشکی هسته‌ای است به حیات خلوت ایران اعزام شده است. آسوشیتد پرس با استناد به منابع آمریکایی در روز پنجشنبه نوشت ناو روزولت به دستور وزیر دفاع آمریکا مسیر خود را از منطقه به سوی بازگشت به آمریکا تغییر داده است. مقر اصلی این ناو در سان دیگو در ایالت کالیفرنیا است. مقامات بیمارستان العوده و الاقصا در نوار غزه اعلام کردند که در حملات اسرائیل به یک مدرسه سازمان ملل در منطقه نصیرات دست کم 14 تن کشته شدند که در میان کشته شدگان 2 کودک و 1 زن حضور داشتند. در این حملات همچنین 18 تن زخمی شدند. به گفته یک مقام سازمان ملل 6 کارمند این نهاد بین المللی هم در میان کشته شدگان هستند. این مرکز که پیشتر یک مدرسه پسرانه در غزه بود خانواده های آواره فلسطینی را پناه داده بود. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرده که اموال سازمان ملل هرگز نباید توسط گروه های نظامی مورد حمله قرار بگیرد. این در حالی است که سخنگوی نیروی هوایی اسرائیل گفت که بعد از اتخاذ تدابیری برای به حداقل رساندن خطر آسیب رساندن به غیر نظامیان، یک پست فرماندهی و کنترل حماس در نصیرات هدف قرار گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس سخنگوی نیروی هوایی اسرائیل تاکید کرده که افرادی از داخل مدرسه قصد حمله به نیروهای اسرائیلی را داشتند. آسوشیتد پرس یادآوری کرده که این ادعا را نمیتواند به طور مستقل تایید کند. یعنی کنشمان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 www.hidarilaw.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه West Side Medical به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. همسر کریستینا جاکسیموویچ، فینالیست مسابقات مس سوئیس و سوپر مدل سابق که از ماه فوریه به اتهام قتل او زندانی است، اعتراف کرده که این سوپر مدل سوئیسی را در منزل خود در شمال سوئیس به قتل رسانده و یافته های پزشکی قانونی که اکنون منتشر شده نشان می دهد که وی بعد از قتل بدنش را با چرخ گوش قطعه قطعه کرده است. بر اساس این یافته ها همسر این سوپر مدل سوئیسی 38 ساله برخلاف ادعای خود قتل وحشتناک او را از قبل برنامه ریزی کرده بود. به نوشته روزنامه سوئیسی بلیک، توماس همسر 41 ساله این سوپر مدل سوئیسی با نقشه قبلی او را خفه کرده و بعد از اره کردن اعضای بدنش آنها را در چرخ گوش انداخته و سپس تلاش کرده با یک ماده شیمیایی بقایای جسد را از بین ببرد. دادستان و رئیس دادگاه جنایی که به این پرونده رسیدگی می کند با درخواست متهم که با ادعای اختلال روانی تقاضای آزادی با قید وثیقه کرده بود به دلیل خطرناک بودن او برای امنیت جامعه مخالفت کردند. پلیس نشویل اعلام کرد که جان بون جووی، خواننده آمریکایی، روز سه‌شنبه یک زن را که قصد داشت خود را از پلی در این شهر به رودخانه بیاندازد، از این اقدام منصرف کرد. جان بون جووی در حال ضبط یک موزیک ویدیو بود که با این صحنه مواجه شد و تصمیم گرفت با صحبت کردن با این زن او را نجات بدهد. به گزارش ABC، بون جووی که بنیانگذار یک مؤسسه خیریه برای کمک به بی‌خانمان‌ها و افراد گرسنه است، آموزش‌های گسترده‌ای برای صحبت با کسانی که قصد خودکشی دارند یا در شرایط بحرانی روحی قرار گرفته‌اند دیده است. یکی از معروف‌ترین ترانه‌های این ستاره موسیقی راک این زندگی من است یا It's My Life نام دارد که در ستایش زندگی، عشق و سرخوشی است. رنگ و رنجمند به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.